خط مهمترین خبرها. تأثیر خیلی زیاد روی خانواده ها، روی اقتصاد خانواده ها، روی بگذارم که بیان چون تکتی از طرف افغانستان صورت نگرفتن طبیعت تنگه آب کم باشه و زیاد باشه هم مسائل خصوصا در 12 ماده قرارداد قبلی صورت گرفته و قرارداد هنوز هم قابل اجرا هست. سلام و وقت بر شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت با من طیب صدیقی از یک خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 جوزای سال 1402 خورشیدی است. مشروع خبرها. وزارت داخلی کشور ادعاها در پیوند به حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را به اساس عنوان کرده است. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفته که امارت اسلامی به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان را بر ضد کشورهای دیگر نخواهد داد. سخنگوی وزارت داخله همچنان با اشاره به چالش‌های مهاجران وزیرستان شمالی گفته که امارت اسلامی به حل این چالش‌ها به گونه فوری اقدام میکند. رد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله ادعاها در پیوند به حضور عضوهای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را نادرست و بی اساس میخواند. آقای قانه اینجا در یک نشست خبری تاکید دارد که امارت اسلامی اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان در برابر امنیت جهان به ویژه کشورهای منطقه استفاده صورت گیرد. ارض افغانستان، خاک افغانستان خلاف هیچ کشوری، خلاف منافع هیچ کشوری انشالله استفاده نخواهد شد. ما هرگز این چنین اجازه را به هیچ فردی و هیچ گروهی نخواهیم داد. طبعا تبلیغات سو علیه امارت اسلامی افغانستان برای ایجاد تشویش میان مردم و ملت و مسئولین و حتی بین کشورها بعضی از جهت‌های مغرض است که تبلیغات میکنند تا اینکه امو جبهه مغرضانه خود را انعکاس دهند و مشکلات را ایجاد کنند هیچ نوع حقیقت نداره. سخنگوی وزارت داخله همچنان با اشاره به چالش های فراری مهاجران وزیرستان شمالی از طرف های زیربط از جمله دولت پاکستان خواسته است تا با چالش های آنان رسیدگی صورت گیرد. البته بعضی موضوع مهاجرت به شما هویداست که 6-7 سال قبل زمانی که مشکلات در وزیرستان ایجاد شد مهاجرین اینجا به افغانستان آمدند. طبعا مهاجرین حقوق خود را دارد از نگاه قوانین بین المللی. ما کوشش میکنیم که همه سهولت ها را برایشان ایجاد کنیم و خواهش ما از سازمان بین المللی مهاجرت و از کشور مسئول کشور پاکستان خواهش ما است که مشکلات مهاجرین را رفع کنند تا اینکه به شهرشان به کشورشان برگردند و اگر اینجا باشند ما طبعا حقوقشان را تامین میکنیم. همزمان با این سخنگوی وزارت داخله گزارش ها مبنی بر جنایت های جنگی در افغانستان از سوی نیروهای امارت اسلامی را به اساس خوانده و تاکید دارد که با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مطابق عدالت انشاءالله با همه همچنان عمل میشه و سفرشان هم به می خاطر بود که همی چالش ها، همی مشکلات ها، همی ناعدالتی که اگر شده باشه و در رسانه ها، البته رسانه های مغرضی هم هستن بعضی تبلیغات منفی را نشر میکنن. من گفتم تا با کنون ما هیچ سند و ثبوتی نداریم. هر کسی که باشه خلیفه صاحب در سفرشان به خودشان قول دادن که از والی گرفته تا پایین مسئولین، از وزیر گرفته تا پایینه کلشان انشاءالله عدالت اجتماعیش روند واحد است. اگر کسی
کسی مشکل ایجاد کرده محاکمه میشه. این در حال است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی امارت اسلامی در سفرش به صفحات شمال کشور در دیدار با مسئولان، مقام های ولایتی، بزرگان و جوانان گفته که اولویت های امارت اسلامی توجه به عفو عمومی، تأمین حقوق بانوان از جمله حق میراث و جلوگیری از ازدواج های اجباری، تأمین عدالت اجتماعی، مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر و برخورد نیک با زندانیان است. 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بررسی وضعیت بانوان افغانستان امروز در ژنو برگزار شد. در این نشست ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گزارش تازه اش را در مورد نقض حقوق بانوان افغانستان ارائه کرد و خواستار لغو هر چه زودتر ممنوعیت ها در برابر بانوان افغانستان شد. نصیر احمد اندیشان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در سخنرانیش گفت که اقدام ها در برابر حکومت سرپرست باید فراتر از گزارش ها و همچون نشست ها باشد و هرچه زودتر جنبه عملی به خود بگیرد. نماینده های کشورهای گوناگون در این نشست در مورد وضعیت کنونی افغانستان اظهار نظر کردند و از جامعه جهانی خواستند که فشارها بر حکومت کنونی را بیشتر سازد. همیرا یوسفی جزئیات می‌دهد. برگزاری 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بانوان افغانستان. این نشست در مورد بررسی وضعیت بانوان افغانستان امروز در ژنو برگزار شد. در این نشست ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گزارش تازه اش را در مورد نقض حقوق بانوان افغانستان ارائه کرد و خواستار لغو هر چه زودتر ممنوعیت ها در برابر بانوان شد. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در سخنرانی اش گفت که اقدام ها در برابر حکومت سرپرست باید فراتر از گزارش ها و همچون نشست ها باشد و هر چه زودتر جنبه عملی به خود بگیرد. We welcome the joint report and appreciate the اقدام‌های جامعه جهانی باید فراتر از گزارش‌ها و صحبت‌های کلامی باشد. باید یک مکانیزم گزارش‌دهی منظم صورت بگیرد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور بانوان افغانستان موضوع حقوق بانوان را اولویت آمریکا عنوان کرد و گفت که ایالات متحد تبعیض سیستماتیک امارت اسلامی در برابر دختران و بانوان را محکوم می‌کند. موضوع حقوق بانوان اولویت استراتژیک ایالات متحده آمریکا است. آمریکا تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و بانوان را محکوم می کند و در کنار افغان ها برای مبارزه برای کرامت انسانی و حقوق بشر ایستاده است. نمایندگان کشورهای فنلند، بلژیم، اتحادیه اروپا، قرقیزستان، کره جنوبی در مورد وضعیت کنونی افغانستان اظهار نظر کردند و از جامعه جهانی خواستند که فشار بر حکومت کنونی را بیشتر سازد و موردهای نقض حقوق بشر در افغانستان را از نزدیک زیر نظر داشته باشد. از این میان نماینده فرانسه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که بانوان در افغانستان زندانی اند و در هیچ جای دیگر چنین محدودیت وجود ندارد. بسته بودن دفعه مکاتب برای دختران بالاتر از 36 امروز باعث شده تا دختران نامیتر از پیش و دروازه های مکاتب بنگرند و متاسفانه که بسته بودن دروازه های مکاتب یک امر قضایی دیده میشه که وجود داره زیر حکومت افغانستان در برابر باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران امر قاطعی و تصمیم قاطعی نداره که تاثیر خیلی زیاد روی خانواده ها، روی اقتصاد خانواده ها، روی تمام امورات اجتماعی کشور نیز داره. زیر بسته بودن دفعه مکاتب باعث میشه تا دختران تحصیل نکنند. گفتنی است که هدربار معاون دیدبان حقوق بشر در صفحه تویترش نگاشته که نشست امروز ارزشمند است، اما گفته که امیدوار است تا این نشست یک رویکرد جدی و عملی به دنبال داشته باشد. چهارشنبه یه هفته آینده روز نخست عید قربان از سوی امارت اسلامی اعلام شده است. کمیته مرکزی رویت هلال ماه امارت اسلامی گفته که امروز دوشنبه اول ماه ذوالحجه و چهارشنبه یه هفته آینده دهم ذوالحجه برابر با هفتم ماه سرطان روز نخست عید قربان است. بر بنیاد اعلامیه کمیته مرکزی هلال ماه امارت اسلامی، هلال ماه عید در منطقه جنوب غربی شهر قندهار از طریق دوربین دو چشمی مشاهده شده است. این در حال است که امارت اسلامی تقویم رسمی کشور را از هجری شمسی به هجری قمری تغییر داده است. با ادامه خبرها خوش آمدید. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان با بختور رحمان شرافت رئیس اداره راه آهن کشور در کابل دیدار کرده است.
سفارت ایران در توییت گفته که در این دیدار دو طرف در مورد افزایش همکاری های ریلی شامل بهره برداری از راه آهن خواف هرات و همکاری های آموزشی فنی و تجهیزاتی گفتگو کردند. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش داده که قرار است کارشناسان ایرانی برای پیگیری حق آبه ایران از رود هیرمند به افغانستان سفر کنند. سفین ناصری جزئیات می‌دهد. دیدار نماینده ویژه ایران با رئیس اداره راه آهن افغانستان. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان با بخت الرحمن شرافت، رئیس اداره راه آهن افغانستان دیدار کرده است. سفارت ایران در توییتر گفته که در این دیدار دو طرف در مورد افزایش همکاری های ریلی شامل بهره برداری از راه آهن خواف هرات و همکاری های آموزشی و فنی گفتگو کردند. در دیدار کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با بخت الرحمن شرافت رئیس اداره راه آهن افغانستان در مورد افزایش همکاری های ریلی شامل بهره برداری از راه آهن خواف هرات تکمیل و ادامه مسیر و همکاری های آموزشی فنی و تجهیزاتی تبادل نظر به عمل آمد. هر از گاهی که اقدام صورت میگیره به خاطر احداث خط آهن و یا خط ریلی بدون شک میتونه محصولات های خیلی بیشتر به بخش تجارت افغانستان فراهم بکنه و از طرف دیگه ما میتونیم که از طریق خط آهن صادرات خود افزایش بدیم و بیشتر علاقه مندی و سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیره، چون هر قدر که بیشتر صولت های ترانسپورتی مهیا باشه به مو پیمانه تجارت در کشور رونق میگیره و سبب اشتغال زایی بیشتر میگیره. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش داده که محمد سرگزی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی ایران گفته که قرار است در آینده نزدیک کارشناسان ایران برای پیگیری و آبسنجی حقابه از رود هیرمند به افغانستان سفر کنند. این مقام ایرانی همچنان گفته که حکومت افغانستان باید در مورد حجم آب رود هیرمند به ایران معلومات داده و تاکید کرده که ایران حق درخواست بازدید و بررسی میزان رود هیرمند را داشته و افغانستان باید شرایط بازدید را فراهم کند. صحبت با وزیر خارجه کشورمان در مورد سفر هیئت پارلمانی به افغانستان برای پیگیری حقابه از رود هیرمند داشتیم که به زودی انجام می شود. هیئت ایرانی می تواند درخواست بازدید و بررسی میزان رود هیرمند را داشته باشد و طرف افغانستانی نیز باید شرایط بازدید را فراهم کند. این هیئت میزان آب وارد شده بر رود هیرمند را محاسبه می کند. این محاسبه نشان می دهد که امسال سال پر آب یا کم آب بوده است. همه مسائل در قرارداد سال 1351 بین دو صدراعظم موسی شفیق و عباس سویدا صورت گرفته، شرایط همه موجود است، مطابق از او باید عمل صورت بگیره. با هم اگر حیات پارلمانی ایران و حیات دیگه میه بخاطر بازی کدام مشکل باید ایجاد نشه، بگذارم که بیان، چون تخطی از طرف افغانستان صورت نگرفته. طبیعتا اگر آب کم باشه زیاد باشه هم مسائل خصوصا در 12 ماده قرارداد قبلی صورت گرفته و قرارداد هنوز هم قابل اجرا هست. بحث حقابه میان افغانستان و ایران زمان شدت گرفت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران چند پیش گفته بود که اجازه نمیدهیم حق مردم ایران ضایع شود و حاکمان افغانستان این حرف را بسیار جدی گرفته و بعد گلایه نکنند که به ما گفتن نشده است. از سوی هم امارت اسلامی اما تا کنون در مورد بازدید کارشناسان ایرانی از رود هیرمند چیزی نگفته است. یونسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل اعلام کرده که در 3 ماه نخست سال جاری بیش از 670 مرکز بهداشتی را در 9 ولایت افغانستان پشتیبانی کرده است. این نهاد در توییت گفته که این مرکزهای بهداشتی از سوی بانک توسعه آسیایی پشتیبانی شده و بیش از 5 میلیون تن در افغانستان از تسهیلات این مرکزها بهره‌مند شدند. همزمان با این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل میگوید که برای درمان بیش از 130 هزار تن در صورت ابتلا به بیماری اسهال آبکی حاد در فصل گرما در افغانستان آمادگی گرفته است. این نهاد گفته است که همزمان با افزایش دمای هوا در تابستان میزان ابتلای افراد به اسهال آبکی حاد نیز افزایش می‌یابد. یونسف هشدار داده که این بیماری در صورت که درمان نشود می‌تواند زندگی افراد بیمار را
تهدید کند. وزارت انرژی و آب با نشر توییت گفته که با شکست یخچالی گلوف و بلند رفتن گرمای هوا احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در برخی از ولایت‌های افغانستان وجود دارد. در توییت این وزارت آمده است که برخی مناطق مثل پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان در ماه اسد بنابر گرمایش هوا و ضعف شدن یخچال‌های گلوف در تهدید سیلاب‌های شدید قرار خواهند گرفت. این وزارت از باشنده‌های محل خواسته تا در ایام سیلاب‌ها مراقبت‌های جدی و هوشیاری‌های لازم را به خرج بدهند. این در حال است که گرمایش هوا و ضعف شدن یخچال‌ها باعث افزایش آب در جهیل‌ها شده و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق نزدیک به یخچال‌ها را افزایش می‌دهد. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز دوشنبه با کانسوکی ناگاوکا نماینده ویژه ژاپن برای افغانستان و تاکاشی اوکادا سفیر آن کشور در کابل دیدار کرده است. وزارت تحصیلات عالی در رشته توییت های گفته که سرپرست این وزارت با ارائه معلومات درباره دستاوردهای نظام تحصیلی کشور خواهان همکاری ژاپن در زمینه ایجاد ساختمان برای دانشگاه ها، تجهیز آزمایشگاه ها و آموزش استادان شده است. در توییت این وزارت نگاشته شده است که نماینده ویژه ژاپن برای افغانستان وعده کرده که کشورش با نظام تحصیلی افغانستان همکاری خواهد کرد. در مهمترین های امروز جهان هم وانگی مقام ارشد سیاست خارجی چین و آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در دومین روز سفر رسمیش در پیکن با هم دیدار کردند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مخالفت دولت این کشور با هر گونه تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا خبر داده است. آقای نتانیاهو دیروز در نشست کابینه اسرائیل گفت که مأموریت مهم دولت او مهار برنامه اتمی ایران است و روسیه کمک های سازمان ملل متحد به قربانیان سد کاخوفکا را مسدود کرد. جزئیات بیشتر را در بسته تصویری دنبال کنید. وانگی مقام ارشد سیاست خارجی چین و وزیر خارجه آمریکا در پیکینگ گفتگو کردند. وانگی مقام ارشد سیاست خارجی چین و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در دومین روز دیدار رسمیش در پیکینگ ملاقات کردند. وانگی به سلسله مراتب قدرت در چین مقام بالاتر از وزیر خارجه کینگ کانگ را دارد. بلینکن دیروز ساعت 7:30 با کین همتای چینی خود صحبت کرد، بیشتر از آنچه که برنامه ریزی شده بود. بلینکن در جریان دیدار با کینگ بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده چشم‌اندازی برای جهانی را دنبال میکند که آزاد، باز و قوانین بین‌المللی بر مبنای نظم و حفظ رعایت شود. این دو مقام بلند پایه پس از پایان مذاکرات گفتند که دو کشور خواهان روابط باثبات و قابل پیش بینی اند. با این حال وزیر خارجه چین هشدار داده که اختلافات بر سر تایوان یک خطر بزرگ برای روابط واشنگتن و بیجینگ است. سفر بلینکن نخستین دیدار وزیر خارجه آمریکا از چین پس از 7 سال است. با این حال سفر وزیر خارجه آمریکا از این رو با اهمیت تلقی شده که روابط واشنگتن و بیجینگ روز تا روز بدتر شده است، تا جایی که نگرانی از احتمال برخورد نظامی دو کشور بر سر مسئله تایوان بالا گرفته است. این در حالی است که هر دو جانب گفتند که مذاکرات صریح و سازنده بوده است. آنتونی بلینکن همچنین کینگ کانگ را به واشنگتن دعوت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مخالفت دولت این کشور با هر گونه تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده خبر داده است. آقای نتانیاهو دیروز در نشست کابینه اسرائیل گفته مأموریت مهم دولت او مهار برنامه اتمی ایران است. او با اشاره به مخالفت اسرائیل با برجام تاکید کرده که کشورش نمیخواهد آمریکا مجددا به این توافق نامه برگردد. بنیامین نتانیاهو در ادامه گفته که ما همچنین گفته ایم که حتی توافق های کوچک و محدود هم به اهداف ما کمک نمیکند و با آنها مخالفیم. پس از انتشار گزارش هایی درباره افزایش احتمال یک تفاهم غیر رسمی میان ایران و آمریکا برای کاستن از تنش های هسته‌ای، گزارش هایی از موافقت ضمنی اسرائیل منتشر شده بود. ایران مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را با میانجیگری عمان را تایید کرده است. در هفته گذشته رسانه های آمریکایی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی و ایرانی از احتمال حصول یک توافق غیر رسمی میان تهران و واشنگتن برای کاستن از تنش های هسته ای خبر داده بودند. بر اساس این گزارش ها ایران غنی سازی اورانیوم را از سطح 60% بالاتر نخواهد برد و نیروهای نیابتی اش در منطقه به منافع آمریکا در سوریه و عراق حمله نخواهند کرد.
نوا کاخوفکا آسیب دیدند را رد کرده است. الجزیره امروز گزارش داده است که سازمان ملل متحد از روسیه خواست است تا به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی بشردوستانه عمل کند. دینیس براون همان کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای اوکراین افزوده است که سازمان ملل متحد به هر کاری که می‌تواند برای دسترسی به همه مردم از جمله کسانی که در نتیجه تخریب سدهای اخیر رنج می‌برند بدون توجه به جایی که هستند به کمک‌های نجات نیاز دارند ادامه خواهد داد. مسکو در حال فعالیت و سازمان‌های مدد رسان در کاخوفکا را ممنوع کرده که پس از جاری شدن سیل خانه‌ها و زمین‌های مردم تخریب شده و 11000 تن را مجبور به تخلیه از مناطقشان کرده است. شمار تلفات سیل ناشی از انفجار بند کاخوفکا در جنوب اوکراین به 52 تن رسیده است. هرچند تاکنون مشخص نیست که این بند از سوی کدام کشور تخریب شده است، اما تیمی از کارشناسان حقوق بین‌المللی که به دادستان‌های اوکراین در تحقیقشان کمک می‌کنند گفتند که به احتمال زیاد سقوط سد ناشی از مواد منفجره کار گذاشته شده توسط روزها بوده است. بند کاخوفکا در حال انفجار داده شده که اوکراین در حال آماده شدن برای انجام یک ضد حمله به هدف و پسگیری مناطق از دست رفته خود از کنترل روسیه بوده است. اکنون هم آب هوای کابل و چند ولایت دیگر و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.